أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غدير موضوع مهم در تاريخ اسلام است در باري روز غدير اهل بيت عليه السلام در روايات اهل بيت و اهل بيت غدير یک چیز مهم است اینجا یک روایت گرانکدر در اهمیت روز غدیر است که من میخواهم که در خدمت شما عرض میکنم احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی میگوید که در محضر مبارک حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام بودم در حالی که مجلس مملو از جمعیت بود سخن از روز غدیر به میان آمد و برخی از حاضران فضیلت آن را انکار کردند پس امام علیه السلام در مقام بیان اهمیت و عظمت این روز به نقل از پدر بزرگوارش فرمود روز غدیر نزد فرشتگان و اهل آسمان بسی مشهورتر از زمین و اهل زمین است خداوند در فردوس برین و در بهشت جاودان قصری آفریده است با خشتهای از زر و سیم و گسترشی عظیم با یک صد هزار قبه از یعقوت سرخ رودبارهای از شراب بهشتی و آب و شیر و اصل در آن جاری است و در دو سوی این رودبارها درختان میوه به انواع میوه ها وجود دارد چون روز قدیر فرارسد ساکنان آسمان ها در حالی که خدایی را تسبی می گویند و او را به پاکی و یگانگی می ستاید به آن قصر وارد می شوند و نصار فاطمی را به یک دیگر هدیه می دهند. آنگاه در پایان روز به آنان خطاب می شود اینک به جایگاه خیش باز گردید که از لغزش و خطا تا سالگشت دوباره این روز ایمنی یافتید احمد بن ابی نصر می گوید سپس امام مرا مخاطب ساخته فرمود ای پسر ابی نصر هر کجا بودی بکوش تا روز غدیر نزد امیر المؤمنین علیه السلام حضور یابی خداوند به میمنت این روز گناهان مردان و زنان اهل ایمان را می آمرزد و دو برابر آزاد شدگان از آتش در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر و شب عید فطر بندگان گناهکار را از دوزخ ریحانند و به ایزای یک درهم انفاق به برادران ایمانی یک هزار درهم پاداش می دهد پس به برادرانت در این فرخنده روز احسان نما و اهل ایمان را در این خجسته روز شاد کن آنگاه امام در پایان سخن خیش فرمود سوگند به خدا هرگاه مردم فضیلت و برتری این روز را به حقیقت دریابند فرشتگان در هر روز بارها چهره به چهره ایشان میسایند و اگر طول کلام را ناخوشایند نمی داشتم از فضیلت این روز و بخش های بسیار خداوند نسبت به کسی که منزلت آن را بشناسد با هم برایت سخن می گفتن. این روایت در کتاب تهذیب الاحکام شیخ جلد ششم صفحه 23 و 24 نقل شده است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته